نکته بعدی که در اینجا باید در ادامه این بحث گام های مینور اشاره بکنم، چون این آکورد نئوپولیتانی که اینجا اشاره خواهم کرد بهش، آکورد نئوپولیتان هم در گام های مینور ظاهر میشه. به خاطر این هستش که من اینها رو، اگر این قسمت ها رو ندیدین، اینا رو اول لطفا ببینید و بعد وارد این قسمت بشید. خب آکورد های من خیلی زیاد، اصلا خود آکورد شناسی مبحثی است که میشه راجبش میگم ساعت ها ویدیو ظاهر انواع آکورد ها رو اشاره کرد. ولی آکورد نئوپولیتان چون مرتبط هست به گام های مینور، من اینجا راجبش اشاره کردم در تحلیلی که برای ویدیوی تحلیلی که برای سونات مهتاب بتوون و موان اولش رای دادم، اتفاقا توی میزان سومش بود که اونجا یک آکورد نئوپولیتان ظاهر شد و من اونجا خیلی در حد فکر کنم یه دقیقه اشاره کردم که این در گام های مینور هست و درجه چهارم ظاهر میشه و الاخر از نوع 6 هست. ولی اینجا دیگه اجازه به ریشه و اساس قضیه رو بهتون بگم، مخصوصا که شما الان با گام های مینور هم آشنا هستید، دیگه کاملا باید بهتون متوجه بشید من چی میگم. خب برای مثال اینکه به عنوان مثال در حقیقت بریم جلو، شما یک توالی آکورد ها رو نوشتم، بهش میگن کورد پروگرشن، یعنی کورد هایی که پشت سر هم قرار میگیرن. فرض کنید شما هارمونی آهنگتون متشکل از آکورد درجه اول گام مینور، دقت کنید چیزی که من دارم میگم در گام مینور هست، و اول آکورد درجه یک، این خیلی معروفه، یعنی خیلی از آهنگ‌ها هستن که از این توالی آکوردها استفاده میکنن. شما حتی اگه خواستید خودتون یه ملودی بنویسین، شما گهگاه یه ملودی می‌نویسید و براش یه هارمونی انتخاب میکنید، یه وقتی چنین هارمونی به شما میدم، شما روی این ملودی می‌نویسید، هر جفتش مرسوم است. ولی به عنوان مثال این آوردم دیگه، از این چهار الان نه حروف نقد ارقام رمان هستن که توی ساعت‌ها هم دیدید احتمالاً بعضی از ساعت‌ها اینجوری می‌نویسن. این وی که میبینید 5 و بعد یک، یعنی از یک رفتم به 4، آکوردی که رو درجه چهارم گام مینور ساخته شده و بعد آکوردی که رو درجه پنجم هست و بعد آکوردی که رو درجه یک، چون هر سه تای اینها از نوع مینور هستن با حروف کوچک رمان نوشته شده، اگه ماژور باشن با آی بزرگی مهم نیست، حالا من یک بگید 4 5 1، اگه ساز داشته باشید یه گام مینور انتخاب کنید مثل لا مینور و اینها رو بنوازید روش، خیلی حالت روانی که تو این وجود دارم حس خواهید کرد. من اتفاقا برای گام لا مینور نوشتم اینجا، خب آکورد اولی که ساخته میشه لا مینور هست، تونیک همونجوری که مینور، چون مینوره من با آی کوچیک نوشتم. درجه چهارم خب لا سی دو ره، ره مینور خواهد بود. اینها آکوردهای دیاتونیک این گام مینور هستن، آکوردهایی هستن که روی درجه های همین گام نوشته شدن. بعد درجه 50 خب یه دونه بعدی میشه می مینور و بعد مجددا درجه یکم که لا مینور هست. خب این الان ما داریم، اگر سازی داشتید اونو بنوازید، لا مینور، بعد ره مینور، می مینور و مجددا لا مینور، خواهید دید که اون حسی که موقع گام های ماژور ایجاد میشه تو اینجا ایجاد نمیشه. یعنی میتونید همین توالی آکورد ها رو برای گام مثلا دو ماژور انجام بدید، اولی خواهد شد دو ماژور، آکورد دو ماژور خواهید زد، 4 تا بریم بالاتر فا ماژور خواهد شد و بعد سول ماژور و بعد یک کادانس کامل روی دوباره دو ماژور. اینو چون در روی گام ماژوره خیلی حس ترتمیز و درست حسابی به شما میده، اما اگه همین رو گام مینور بنوازید شما زیاد جذابیت زیادی نخواهید، اون حسی که تو ماژور داره اینجا نداره، به خاطر اینکه خب این فاصله های مون هست. الان خواهم گفت قراره این در نهایت با آکورد نئوپولیتان برسیم، آقا این همه رو میگم بوم برس. خب نگاه کن، اینا رو من نوت‌های تشکیل دهنده رو نوشتم، آکورد لا مینور میشه لا دو و می، آکورد ره مینور میشه ره فا و لا، می مینور میشه می سول و سی، و مجددا لا مینور که تونیک هست تکرار میشه. برای این که این بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم، نگاه کنید به این کادانسی که در انتها ایجاد میشه. کادانس من از درجه پنجم به درجه یکم هست، باید یه حس اتمامی دست بده به شما، مشابه اون چیزی که در ماژور هست، اما این حسو نمیده. علتش اگر نگاه کنید به نوت‌های تشکیل دهنده اگه نگاه بکنید، من شما رو ارجاع میدم به همین قسمت که مینور هارمونیک هست و من اشاره کردم برای اینکه من بتونم از این درجه هفتم به درجه هشتم فرود بیام، این حس خوبی نمیده به من، برخلاف گام ماژور که هفت و هشتش نیم پرده است، این گونه نیست.
پس اومدیم در گام مینور هارمونیک درجه هفتم یه دیز دادیم، یه گپ یک و نیم پرده‌ای اینجا ایجاد شد، سه نیم پرده‌ای، و این گفتیم یه حس خیلی بهتری میده، یه کشش بهتری روی نوت تونیک ایجاد میکنه. اینجا هم اتفاقا وقتی من از 5 به 1 دارم میرم، یه نوت سول اینجا دارم و بعد یه نوت لا دارم. خب در گام لامینور این سول و لا همین دو تایی است که ما اینجا بحث کردیم دیگه. وقتی من میگم سول و دیز بزنم، یعنی درجه هفتم و دیز بزنم، در حقیقت در گام لامینور باید سول و دیز بزنم. پس برای که این مشکل اول برطرف بشه و این حس اتمام کادانس بهتری ایجاد بشه، من میام توی این آکورد درجه پنجم مشابه همون کاری که در گام مینور هارمونیک انجام دادم و درجه هفتم که اینجا سول رو دیز کردم، این سولی که اینجا هست رو دیز میکنم. و اگه این کارو بکنم دیگه خواهم گفت از گام مینور هارمونیک استفاده کردم، چون که درجه هفتم رو دیز زدم بهش. پس همونجوری که ملاحظه میکنید اینجا من پایین رو اینجا تغییر نکردم، اینو بالاست، من این ننوشتم باشه، این هم این بالاست ننوشتم، آخری هم این بالاست، اما این درجه پنجم رو ای که ای هست مکای ندارم، بی هم که بیه، و این جی که اینجا بوده رو جی دیزش کردم، یه نیم پرده هولش دادم به سمت بالا که بشه مینور هارمونیک، و به لحاظ هارمونی توالی آکوردهایی که پشت سر هم میان هارمونی بهتری ایجاد بکنم. که معمولا خب این رو هم از در نوت هفتم استفاده میکنم دیگه، یعنی نوت قبل از نوت پایه که می هست یه دونه قبلش میشه ره، من ره رو اگه اینجا قرار بدم نوت ره هم دیه دیگه، اینم قرار بدم اینجا این از نوت هفتم میشه، حالا این مرسوم هست از این استفاده میشه. و اگه من این کار رو بکنم دیگه این آکورد که اینجا میبینید آکورد دیاتونیک نخواهد بود، با آکورد کروماتیک خواهد. آکورد کروماتیک یعنی آکوردی که با جابجایی نیم پرده یکی از نوت‌های تشکیل دهنده اون ایجاد بشه، و خلاصه نوت‌هایی که اینجا هستن متعلق به اون گام نباشه. گام من لامینور بود دیگه، لامینور هیچ دیزی توش نداره، ولی اینجا من دیز الان گذاشتم، پس این میشه یک آکورد کروماتیک متعلق به گام لا مینور، مینور نچرال، مینور طبیعی. اگر بگید که از گام لامینور هارمونیک استفاده کردید، در اون صورت بیم میشه یک آکورد دیاتونیک، چون در لامینور هارمونیک درجه هفتم دیز داره، درنچه این آکوردی که اینجا تشکیل شده از نوع دیاتونیک میشه، ولی برای گام لامینور نچرال این الان یک آکورد کروماتیک هست. خب ولی این آخر قضیه نیست، حالا میتونید دوباره بنوازید، ولی این دفعه به جای این آکوردی که اینجا میبینید، به جای اینکه می مینور باشه این ماژور دیگه، یعنی من فقط اومدم این رو به جای اینکه می مینور بنزنم، این میشه از اینجا بردار مینور از اینجا برداشتم، و اینجا الان همونجوری که میبینید این دیگه اینجا ام نداره دیگه، این بالا داریم ام، ولی این ماژوره دیگه، بعضی وقتا ام بزرگ می‌نویسن. بعد در نوع هفتم هم استفاده شد. یه قدم کار فراتر بذاریم و مشکل دومی که هست هم برطرف کنیم. نگاه کنید به این دفعه به این آکورد درجه چهاری که این میرسه به نوپالیتنی که من اشاره کردم. آکورد درجه چهاری که اینجا وجود داره و من اینجا دست نخورده رهاش کردم، یه درجه همچنانی بالایی برقرار هست، متشکل از یک نوت ره هست، فا هست و لا هست. خب نوت لا در گام لا مینور نوت تونیک، نوت های تونیک حالت پایایی و خیلی ایسایی داره، اتمام داره. وقتی که من میخوام گذار بکنم و بعد برسم به نوت تونیک و در انتها فرود بیام و احساس پایایی ایجاد کنم، منش این وسط نباید من حالت ریلیس داشته باشم، بلکه باید حالت تنشن داشته باشم، حالت کشش باید داشته باشم. در صورت دیگه یکی از نوت های تشکیل دهنده این آکورد نوت تونیک، این نوت تونیک حس ایستایی به آکورد من میده. در اینجا میام یه کار دیگه میکنم، میام خب برای اینکه این ایستایی رو هم از بین ببرم، این دی او اف رو کاری بهش ندارم، دی اف رو میذارم میمونه، این نوت لای که اینجا بوده رو یه نیم پرده میبرمش بالا، یه تغییر کروماتیک بهش اعمال میکنم. یه خب حالا مرسوم نیست از لا دیز استفاده کنم و از بی بمول استفاده کنم. شما میدونید که سی بمول همان لا دیز است، نوت سیاه بین لا و سی. پس من در نوت های من نوت آکورد جدیدی که تشکیل شد اینه که یکیش ره هست، یکیش فای و یکی هم سی بموله. خب الان من به شما بگم این چه آکوردیست، میتونید ویدیو رو پست کنید و فکر کنید ببینید نوت های تشکیل در یه سه تا نوت نواخته بشن، یکی ره، یکی فای، یکی هم سی بمول، این چه آکوردی میشه. خب مطمئنا میدونید که این میشه آکورد ماژور، ماژور با نوت پایه بی بمول، میشه بی بمول ماژور، بی بمول ماژور. پس گویا من دو تا کار انجام دادم،
در اولا در گام مینور این کار انجام دادن. پس به خاطر همین بود. چرا در گام مینور؟ چون این چیزی گفتم در گام مینور مطرح می‌شد. دومندش این که برای کورد درجه 4 اینجا این کار انجام، یعنی به جایی که من از کورد درجه 4 استفاده کنم، از این چیز عجیب غریبی که اینجا به دست شده بهش میگن نئوپولیتن، از این دارم استفاده. و جایگزین کورد آکورد روی درجه 4 قرار میگیره نئوپولیتن. دوم من اومدم به جایی که از مینور استفاده کنم از ماژور استفاده کردم، و به جای اینکه روی خود درجه 4 درجه 4 بسازم، روی درجه، خب الان باید بگید نوت سی درجه چندم در گام لا، لا مینور، لا سی درجه دومه. پس به جای اینکه بیام رو درجه 4 بسازم، رفتم رو درجه دوم گام یه آکورد ماژور ساختم، اونم نه تازه خودش بلکه به مولدارش. چی شد پس؟ شما در گام لا، الان به شما بگن آکورد نئوپولیتنه، گام لا مینور رو بساز، مینور هم هست دیگه، لا مینور بساز. شما میگید درجه دوم این گام چیه؟ خب میگم لا سی، سی هست. یه بمول بهش میدم، یه نیم پرده میارمش پایین. اگه خودش دیز دار بود یه نیم پرده میومد پایین، خب دیزش از بین میرفت دیگه. ولی اینجا چون خود نچرال به صورت خود نوت سی هست، میشه سی بمول. یه آکورد ماژور روی این میسازم. یه آکورد ماژور روی بی بمول ماژور رو مینویسم. خب بی بمول ماژور شما میدونید بی بمول هست، ره هست و فا هست. و بعد خود دوباره بی بمول دیگه، حالا اکتاب بعد. به این میگن نئوپولیتن. هم نکته ای که در مورد آکورد نئوپولیتن وجود داره اینه که این آکورد رو به شکل طبیعی خودش استفاده نمی کنیم، بلکه به صورت وریشنش. در مورد وریشن آکورد ها خب شاید اطلاع داشته باشید شما، در روابط آکورد شناسی راجع بهش صحبت میشه. ولی وقتی که من بیام آکورد رو به گونه ای تعریف بدم، سرتایش رو عوض کنم که فاصله نوت اول و سوم ششم بشه، در اون صورت بهش میگن نئوپولیتن 6. و اینو همینجوری عدد 6 همینجوری بالاش می نویسن. حالا یعنی چی؟ یعنی من مثلا در این کیسی که مثالی که زدم، بی بمول که نوت روت بود و نوت آکورد بود، خب بعدی میشه ری، میشه فا و بعد میشه بی بمول. من اگه به جای اینکه آکوردم از سی بمول آغاز کنم و بعد ری و فا رو بزنم، این اولی رو حذف کنم و بیام یعنی اینو ببرمش بذارمش پایین، روت نوت بیس من به جای اینکه سی بمول باشه دی باشه یا نوت ری باشه، در اون صورت دیگه میگن نئوپولیتن 6. نگاه کنید فاصله نوت ر با نوت سی چقدره؟ ر، می، فا، سول، لا، سی. پس 6 تا فاصله دارم با هم دیگه. به واسه نوت پایه رو بیارم، این اینجوری می نویسن دیگه، میگن بی بمول ماژور، یه خط می کشن زیرش دی می نویسن، یعنی بی بمول ماژوری که نوت پایش دی باشه. یعنی شما سی بمول اول رو بذارید پایین و از شکل وریشنش استفاده بکنید، تغییر یافتش استفاده بکنید. و آکورد نئوپولیتن همیشه از نوع ششمش استفاده میشه، به خاطر همون N6 بهش گفته میشه. یعنی آکورد هست D, F و B بمول. دقیقا اینجا هم D, F و B بمول همون سه تا نوتی است که در اینجا اشاره کردم. پس به جای اینکه بنویسم B بمول خط بکشم زیرش بنویسم D، اگر این در گام مینور باشه بنویسم نئوپولیتن 6 هم بنویسم بالاش بستم. پس به لحاظ به عنوان تمرین، الان یک من تمرینی بدم جوابش هم خواهم گفت. اگر به شما آکورد، اگه به شما بگن آکورد نئوپولیتن ششمه، گام دو دیز مینور رو بنویسید، دو دیز مینور، خب با الان باید بتونید به دست بیارید. اولا باید گام دو دیز مینور رو بشناسید چی هست. خب من توصیه میکنم اگه نمیدونید چیه و چه نوت هایی در این گام دیز دار هستن و نمیدونید، به دایره پنجم ها رو حتما ببینید. یعنی اصلا ابتدایی ترین چیز در بحث هارمونی جدای از بحث فاصله ها و آکورد ها اینا هم دایره پنجم که نشون میده چه گام هایی با هم همساین و اینا. ولی در به اون دایره مراجعه کنید و نوت های دیزدارش رو پیدا کنید، درجه دوم گام رو پیدا کنید. خب معلوم ره دیگه، درجه دوم ره که اتفاقا دیز هم داره. نیم پرده بیادش پایین، ماژوری که روی ره هست رو بنویسید، یعنی ره ماژور رو بنویسید و بعد تبدیلش کنید به نوع ششم. این رو عنوانی تمرین انجام بدید شما، من میتونید پوز کنید و جواب الان عرض خواهم کرد. این چیزی که الان به شما گفتم همون آکورد نئوپولیتنی است که در تحلیل موومان اول سونات مهتاب من بهش اشاره کردم و در میزان سومش دقیقا به نوت، اگر حالا خاطرم باشه من اینجا نوشتم اتفاقا دیگه، بله ببینید گام آهنگ دو دیز مینور هست سونات مهتاب، به خاطر همون هم از خیلی حس تیرگی و
افسردگی درش وجود داره، خاطر اینکه مینوره. با توجه به این ایلینی که در اینجا اشاره کردم، مود ششمه گام ماژور هست. و خب من میام درجه دومش رو پیدا میکنم، میشه ردیس، یه نیم پرده میارمش پایین میشه خود ر، و یه آکورد ماژور مینویسم روش، دی ماژور. اگر ر ماژور رو بنویسم میشه دی فا دیز و لا. و بعد کاری که بتهوون کرده بود از نئوپولیتن در نوت ششم استفاده کرده بود، در واقع اومده بود این آ رو بر نوت لای که آخر است آورده بود گذاشته بود اول، یعنی آکورد ر ماژور با نوت پایه لا نوشته بود، این لا رو گذاشته اول، شده لا ر و فا دیز، که این دقیقا همون آکوردی است که در قسمت آغازین اوپنینگ آهنگ نواخته میشه، به جای درجه 4 استفاده میشه همونجوری که اینجا ملاحظه کردید. این اگه تمرین ساده، یه نکته که فرض اینجا عرض بکنم که این نوتایی که من روش دایره کشیدم دقت کنید، تو این توالی آکوردهایی که داریم اینجا خب نوت لا دارم، اینجا هم نوت لا دارم، اول و آخر دیگه، اون من دست نزدم بهش. توی تغییری که اینجا دادم به سول رو یه نیم پرده بردم بالا، شد سول دیز، شد سول دیز. و بعد تو تغییری که اینجا دادم نوت لا رو یه نیم پرده بردم بالا، شد حالا سی بمول. به عبارت دیگه حالا اونایی که من دورش رو دایره کشیدم دقت بکنید، اینا نوت لا هستن، خود لا، این یه نیم پرده پایین تره چون سول دیز میشه لا بمول دیگه، و این هم نیم پرده بالاتر. به عبارت دیگه من تو این تغییری که تو این توالی آکوردها ایجاد کردم، سه نوت لا، لا دیز و لا بمول رو حفظ کردم. من اگه یه ساز داشته باشی شما اول لا رو بزنید و بعد برید سراغ این که اینجا دارم یکی بالاتر دیگه، برید سراغ سی بمول یه نیم پرده بالاتر، و بعد بیایید نوت سول دیز رو بزنید یه نیم پرده پایین‌تر، و بعد لا رو بزنید. کاملا یه حس خیلی خلاصه و جمع و جور و ساده از این توالی نوت‌ها که از در مینور هارمونیک نوشته شده و از آکورد نئوپولیتن هم استفاده شده رو شما اونجا میتونید به شکل خلاصه‌شو در واقع حس بکنید. و نکته آخری که اینجا وجود دارد در مورد اینه که آکورد نئوپولیتن در گام‌های ماژور هم استفاده میشه، ولی خب کمتر استفاده میشه در واقع. حالا یه نمونه خیلی ساده‌ش اینه که آکورد نئوپولیتن در توالی نوت‌هایی که من اینجا اشاره کردم، اینو این بزرگ نوشتم، رومن بزرگ نوشتم. این نقطه داره دیگه، این آیه کوچیکه، آیه کوچیک بیه، این آیه بزرگه، این درجه 1 گام ماژور، این درجه 4 گام ماژور، درجه 5م که این وی الان وی بالاش دو تا خط می‌کشن، در نوع 7مش استفاده شده و درجه 1. معمولا نئوپولیتنشو بین درجه 4م و درجه 5م میتونید از آکورد مثلا همین لا مینوری که الان من اینجا به دست آوردم، در لا ماژور اگه می‌خواید استفاده بکنید، میتونید در بین دو تا آکورد درجه 4م و درجه 5م ازش استفاده بکنید. در کلاس با هم در مورد توالی آکوردها صحبت کردیم و من عرض کردم که آکورد اول، 4م، 5م و اول رو در گام ماژور ما مشکلی بابت اون تنشن و ریلیسی که باید توش باشه نداریم. برای مثال من خب از دو ماژور آغاز می‌کنم، دو ماژور، فا ماژور، سول ماژور و مجدداً دو ماژور. اما در گام مینور خب ما این مشکل رو داریم. برای مثال من اگه بخوام از لا شروع کنم، درجه 4 اون حالتی که مد نظر ما هست الغا نمیشه. یک بار دیگه، بخاطر همین برای این اولین کاری که کردیم این که آکوردی که رو درجه 5م بود یعنی می مینور رو، این نوت سولو که درجه 6م گام هست نیم پرده بردیم بالاتر و آکورد می ماژور رو ساختیم. حالا یک بار دیگه من این دفعه با همین تغییری که دادم در مینور هارمونیک خواهم نواخت. حس میکنید اون حالتی که کادانسی که باید ایجاد بشه بهتر ایجاد شد. و تغییر بعدی که دادیم استفاده از آکورد نئوپولیتن به جای آکورد درجه 4م که این هست بود من، و قرار شد که این نوت لا رو نیم پرده ببریم بالا و این رو بنوازیم. این آکورد نئوپولیتنی هست که روی درجه دوم گام ساخته میشه، به خاطر اینکه این نوت سی رو من ببرمش اینور و این رو در حقیقت بنوازم، این آکورد سی بمول ماژور هست.
و گام من روی لا شروع شد، درجه دومش میشه سی و آکورد ماژور روش میسازم، این پایینش رو میبرم میذارم بالا که درجه از نو شیشم باشه و این چیزی که میبینید نئوپولیتن خواهد بود. یک بار دیگه من اینها رو به شکل نچرال اولیه به شکل تغییر داده شده پشت سر هم خواهم نواخت. این شکل اولیه، حالا شکل اصلاح شده. در مورد مثالی هم که عرض کردم در مورد سونات مهتاب، چون گام آهنگ دو دیز مینور بود و ره هم توش دیز بود، قرار شد که رو درجه دوم که ره هست و اینجا دیز دار هست نیم پرده بیاریمش پایین تر، پس میشه یه دونه آکورد ماژور روی این بسازیم که خواهد شد ره ماژور و این نوت بالا رو اگه ببرم بذارمش پایین و این چیزی که اینجا ملاحظه میکنید نئوپولیتن شیشومه، گام دو دیز مینور هست که وقتی من در حقیقت داشتم براتون مینواختم در همون ویدیو این آکورد رو اونجا داشتیم.